مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان. بسیار خوش آمدید آقای مهدوی آزاد. خب 44 سال پس از انقلاب 57، جمع کثیری از کسانی که به هر حال قطار انقلاب رو راه انداختن الان از استقرار نظام و استبداد دینی ابراز شرمساری کردن، گفتن آرزوهاشون برباد رفته. این معنای ابراز شرمساری در این مقطع تاریخی چیست؟ بله، ببین، اگر ما سه تا بیانیه خیلی معروف داریم، بیانیه هفت نفر هست، بیانیه که دو تا بیانیه که شما امروز گفتید، اگر اینا اسامی رو با اینکه تفاوت روی کرد جزئی هست، اسامی رو روی هم بریزید، دفاعشون از انقلاب 1401 رو یک محور مشترک بگیرید، شما چهار دسته آدم می‌بینید. یک دسته کسایی مثل مثلا من سعی می‌کنم کمتر اسم ببرم، دکتر علیرضا رجایی، نمیدونم سعید مدنی، جیلابن یعقوب، اینا هیچ وقت جزء مقامات جمهوری اسلامی نبودن، منتقد بودن، خیلی راجبشون نمی‌خوام حرف بزنم. یه دسته کسایی هستن مثل قربان بهزادیان نژاد که رئیس ستاد میرحسین موسوی بود، سید علیرضا بهشتی، مرتضی البیری که راجبش صحبت کردید، اینا نیروهای تکنوکرات و عملگرای جمهوری اسلامی بودن، هرچند که نزدیک به بیت رهبری هیچ وقت نبودن. جدایی اینا از حکومت بسیار بسیار معنادار هست. نکته سوم، کسایی هستن که اسامی اونها حاضر نبودن کنار کم بیاد، مثلا ابوالفضل قدیانی مواضع بسیار درخشانی داره در سالهای اخیر، خیلی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب حاضر نبودن بیانیه امضا کنن که اسم او باشه، به خاطر اینکه بسیار تند بود، الان میبینید اسمشون اومده تو اون بیانیه. و کسای گروه چهارم کسانی هستن که هرچند منتقد حکومت بودن، زندان رفتن، اما خیلی به نیروهای سرنگونی طلب یا براندازی مخالف مسلم حمله میکردن، مثلا آقای مصطفی تایزاده حملاتی که به براندازها میکرد با حملاتی که حکومت میکرد برابر بود و یک خط میانه ای رو تصور میکرد اداره کنه. الان این چهار تا بیانیه نشون میده که اولا اینا از بین رفته، یعنی مثلا بخشای بزرگی از کسانی که آخرین سنگر اصلاحات یا تغییر در واقع در درون گفتمان اصلاحات محسوب میشن دیگه فرو ریخته. شما میبینید که حتی کسانی که مبدع شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی بودن، اینا اومدن به طرف طیف برانداز. مفهومش این هست که انقلاب اجتماعی، انقلابی که ما درونش هستیم، حالا نیروی سیاسی هم داره داخل خودش میکشونه، محافظه‌کاری انقلابی، محافظه‌کاری جمهوری اسلامی، انقلاب مجلس انقلاب 57، محافظه‌کاری در واقع کنار اومدن با استبداد و حکومت که اسمش گذاشته بودن مصلحت سنجی یا عملگرایی، حالا داره به یک ضد ارزش تبدیل میشه. منتظر باشید از این جنین بچهای بزرگتری متولد خواهد شد. آقای مهدوی آزاد، بپردازیم به حمایت بیش از 300 فعال سیاسی از پیشنهاد آقای موسوی برای گذار از جمهوری اسلامی. این حمایت چه تأثیری بر پیگیری مطالباتی که مردم در این خیزش انقلابی مطرح کردند میذاره؟ ببین، موقعی که شما انقلاب 1401 رو نگاه میکنید، میبینید نیروهای سیاسی، نیروهای اجتماعی، کسانی که داخل خیابون هستند، در حال در واقع خلق چهرهای جدید هستند، در حال خلق سازوکار رهبری جدید هستند و غیره. و از این زاویه شاید به نظرشون بیاد که نیاز چندانی مثلا با انقلابیون دهه 50 ندارن یا با کسانی که در ساختار اداری ایران نقشی دارن. منتها واقعیت است که اینطور نیست. واقعیت هستش که جمهوری اسلامی فقط 4 تا تفنگ و 4 تا روحانی نیست، یه بدنه و عقبه ایدئولوژیک داره و به همین خاطر هم الان ضعیف شده که اون بدنه و عقبه ایدئولوژیکش خیلی ضعیف شده و از بین رفته و فاصله گرفته. به قول اون بولتن خبرگزاری فارس که منتشر شد، گروه هکر منتشر کردن، حداد عادتش میگه دیگه بسیج حتی نمیتونه تجمع بزرگ برگزار کنه. دور شدن این افراد از مرکزیت قدرت، موضع گرفتنش صریحشون علیه علی خامنه ای، علیه استبداد، نزدیک شدنشون به جنبش اجتماعی چند تا معنی داره. دیکتاتور رو بیش از هر زمانی تنها میکنه، منزوی میکنه، فرایند سرکوب حکومتی رو پرهزینه میکنه. خیلی از نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی، حالا میگم خیلی تعداد قابل توجه، از این به بعد به فکر فرو خواهند رفت که آیا درست واقعا سرکوب کنن، میترسن، نگران آیندهشون میشن. و مسئله سوم، ترسیدن، وسط لحاف خوابیدن، قش کردن به نفع استبداد رو تبدیل میکنه به یک ضد ارزش، شجاعت مدنی رو دوباره تبدیل میکنه به یک ارزش اجتماعی. سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن، برای شرکت در این گفتگو.